بچه ها گفتیم لیپید ها فقط فسفولیپید شامل حالش نمیشه، میتونه کلسترول هم باشه. طبقه بندی که لیپید ها دارن توی شیمی باید حتما بهش توجه بکنی اینه که یه سری از لیپید ها هستن اسید چرب دارن، یعنی تو گروه های شیمیاییشون در کنار اون زنجیره هیدروکربونی اسید عالی که اصطلاحش میگیم کربوکسیلیک اسید یا کربوکسیل متصل شده به قسمت چربی، به قسمت آبگوریز. طبیعتاً الان زنجیره هیدروکربونی آبگوریزه، ولی قسمت کربوکسیل که به این زنجیره هیدروکربونی متصل شده میتونه با مولکول آب نیروی واندروالسی ایجاد بکنه، ولی همچنان آبگوریزی رو داره، چون یکی از مهمترین ویژگی های لیپید آبگوریز بودنشونه. اما آیا همه ی لیپیدا اسید چرب دارن؟ نه، یه سری از لیپیدا هستن که فاقد اسید چربن ولی همچنان آبگوریزن، به یه شکل دیگه حلقه هیدروکربونی دارن. نگاه کنین بچه ها، الان شما سه تا حلقه شیشی زلی هیدروکربونی میبینی و یه حلقه پنج زلی میبینی که یه اسم علمی داره تو شیمی، اسمش مهم نیست، ولی شما فقط میخواد بدونید که این حلقه رو بهش میگیم حلقه استروئیدی. مثل چه استروئیدی؟ مثل کلسترول. خب کلسترول کجا قرار گرفته؟ کلسترول به عنوان یک استروئید یه نقش ساختمانی داره در ساختمان غشاست. همون اسلاید قبلی که دیدین، اون شکلای زردی که لابلای فسفولیپیدها در سطح بالایی و در سطح پایینی بود، کلسترول بود. چه نقشی داره؟ سیالیت. سیال یعنی چی؟ روان. یه آزمایش رو اگه بخوایم طراحی بکنیم، ما اگه بخوایم به سلول حرارت بدیم، یه اتفاقی که در واقع حرارت ایجاد میکنه اینه که جنبش مولکولی تو فسفولیپیدا رو زیاد میکنه، چون فسفولیپیدا حرکت‌های خاصی تو غشا داره. اگه حرکت زیاد باشه به واسطه دمای زیاد، گاهی وقتا ممکنه که این فسفولیپیدها انقدر از هم فاصله بگیرن که باعث بشه اندامک‌های درون سلول خارج بشه. خب این طبیعتاً خوب نیست، ساختار منسجم و منظم سلول به هم می‌ریزه. یا اگه ما بیایم دمای سلولمون رو تو این آزمایش کم بکنیم، یعنی فریزش بکنیم اصطلاحاً، باز این فسفولیپیدها به هم نزدیک میشن، فضا رو برای اندامک‌های درون سلول کم می‌کنه، تنگ می‌کنه. پس جفتش خوب نیست. کی باعث بشه که در واقع نه این فسفولیپیدها از هم خیلی فاصله بگیرن نه به هم خیلی نزدیک بشن؟ کلسترول. ببینیم، میگه کلسترول نوع استروئیده که بین مولکولای فسفولیپیدی در غشای سلولای جانوری قرار میگیره. کلسترول در دماهای متفاوت اثرات متفاوتی داره. در دماهای نسبتاً بالا کلسترول با جلوگیری از حرکت فسفولیپید از سیالیت بیشتر غشا جلوگیری میکنه، همچنین از فشردگی شدید فسفولیپیدها جلوگیری میکنه. قسمت بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم پروتئینه، چون فسفولیپید و کلسترول توی ساختمان غشا جزء لیپید رو ایجاد کرده. فراوانترین لیپید هم گفتیم فسفولیپید، اما ماده‌ای که تو غشا وزن مولکولی خیلی زیادی داره، نقشای گوناگون و متنوعی داره، پروتئینا هستن. توی مقدمه‌ای که بحثمون رو شروع کردیم گفتیم پروتئینا یا سراسر و یا عرض غشا رو رد کردن یا نه صرفاً تو سطح خارجی یا سطح داخلی هستن، که هر کدوم از این پروتئینا، چه سطح داخلی چه سطح خارجی چه سراسری باشه، نقشای خاصی رو ایفا می‌کنن. ببینیم پروتئینا رو. میگه در غشای سلول پروتئین های گوناگونی وجود داره که در دو لایه فسفولیپیدی جای گرفتن. مثلا در غشای گلوبول قرمز که اسم دیگش گویچه قرمزه، بیش از 50 نوع پروتئین وجود داره. فسفولیپیدها ساختار اصلی غشا رو میسازن، اما این پروتئین ها هستن که بیشترین عملکرد رو تو غشا تأمین میکنن. سلول های مختلف دارای پروتئین های غشایی گوناگون هستند. بچه ها این اشاره ای که توی گلوبول قرمز هست حتما تو آزمایشاتی که تو کتاب علومتون بوده به گوشتون خورده. مثلا ما گروه خونی آ داریم، ب داریم، او داریم، آب داریم. خب این تفاوتی که ایجاد شده توی گروه های خونی به واسطه چیه؟
به واسطه پروتئیناییه که تو غشای اینا هست، به واسطه حالا قندای خاصیه که به این پروتئینا متصل شده. حالا نکته خیلی مهمی بود که تو اطلاعات عمومی بدونیم، در غشای گلوبول قرمز ما پروتئینای زیادی داریم، مثلا گفتیم بیش از 50 تا، مثل همون پروتئینایی که باعث میشه گروه خونی آ بشه، ب بشه، آب بشه. پس این خیلی مهمه، نقش پروتئینا برای ما پررنگه، به ویژه تو ترابری مواد که حتما در موردش حرف میزنم. گفتیم به طور کلی دو گروه مختلف پروتئینی در غشای سلول وجود داره، پروتئینای سراسری و پروتئینای سطحی. بچه نگاه کنین، اینا پروتئینای سراسری هستن. پروتئینای سطحی رو نگاه کنین، تو سطح داخلی غشا، یا پروتئینای سطحی که باز در سطح خارجی غشا قرار گرفته. اولین چیزی که میخوایم در موردش صحبت کنیم پروتئینای سراسریه. پروتئینای بزرگی هستن، پس وزن مولکولی زیاد دارن، که عرض غشا رو طی میکنه و از دو سمت غشا بیرون زده. این پروتئینا با بخشای آب دوست و آب گریز فسفولیپیدا اتصال داره. اما پروتئینای سطحی پروتئینای کوچیکتری هستند که در دولایه فسفولیپید فرو رفتن. این پروتئینا با اتصالات ضعیفی به سطح غشا متصله، حالا یا سطح داخلی یا سطح خارجی. قندها یا کربوهیدراتهای غشا، کربوهیدراتهای غشا معمولا کوتاه و شاخه دارن. بچه کوتاه که میگه معمولا زنجیرشون مثلا 10 تا قند کوچولو که بهش میگیم مونوساکاری، 10 تا 15 تاست. اصطلاح زیستیشو میگیم اولیگوساکارید، یعنی ساکارید که میشه قند، اولیگو هم یعنی قندایی که مثلا زنجیرشون 10 تایی 15 تاییه که میتونه تو ساختمان غشا دیدیم یا به صورت خطی باشه یا به صورت منشعب و شاخه دار باشه. میگه بلندی این شاخه ها کمتر از 15 واحد قندیست و بر دو نوع گلیکولیپید و گلیکوپروتئینه، که گلیکولیپید و گلیکوپروتئینه گفتیم بچه ها مقدار پروتئین و لیپیدش از بخش قندیش بیشتره و در سطح خارجی قرار گرفته. گلیکولیپید، برخی از کربوهیدرات ها با لیپید ها پیوند های کووالانسی میدن و گلیکولیپید رو میسازن. گفتیم گلیکو یعنی بخش کربوهیدراتی. باز تکرار میکنم، قسمت قندی از بخش لیپیدی کمتره و در بخش خارجی غشاست. گلیکو پروتئین، برخی از کربوهیدرات ها با پروتئین ها متصل میشن و گلیکو پروتئین رو میسازن. باز گلیکو یعنی قند، باز بخش پروتئینش بیشتره، باز گلیکو پروتئین هم مثل گلیکو لیپید در سطح خارجی قرار گرفته و باعث شده اندازه مولکولیش تو سطح غشا خیلی زیاد بشه. کربوهیدرات های غشا گفتیم گوناگونی و جایگاه کربوهیدرات در سطح سلول باعث شده که به عنوان شاخص برای تشخیص سلول ها از یک دیگر عمل کنن. برای مثال 4 گروه خونی انسان که با نام های O, A, B, B و A مشخص میشن، به نوع کربوهیدرات هایی که رو غشای گلوبول قرمز هست بستگی داره. ساختمان غشا رو نگاه کنین بچه ها، این شکل تو کتاب خیلی مهمه. اولین چیزی که داریم میبینیم، تکرار میکنم، دو لایه فسفولیپیدیه، سرهای کروی فسفات که آب دوستن، اسیدهای چرب رو داریم میبینیم. گفتیم اسید چرب میتونه سیر شده یا سیر نشده باشه، از آب دوره. قسمت‌های زرد رنگی که دارین می‌بینین کلسترول، این کلسترول در سطح خارجی یا در سطح داخلی قرار گرفته. پس بخش لیپیدیمون شد فسفولیپید و کلسترول. کدوم فراوانیش بیشتره؟ فسفولیپید. اینجا هم گفتیم بیشتر حجم غشای سلولو فسفولیپید تشکیل داده. تعداد پروتئین‌ها از فسفولیپیدها کمتره. بله دیگه، وقتی ما میگیم فراوان‌ترین ماده طبیعتاً فسفولیپید میشه. اما پروتئین‌ها، بچه‌ها شکل رو نگاه کنی، پروتئین‌های سراسری رو میبینی. این پروتئین‌های سراسری در تعامل با بخش‌های آبدوست که فسفات هست و همچنین در تعامل با بخش‌های
آب گریزه، نقش های مختلفی داشت، یادت نره، نقش آنزیمی داره، نقش گیرنده داره، نقش کانال داره، نقش پمپ داره که مفصل در مورد این کانال و پمپ حرف میزنیم. پروتئین های سطحی رو میبینیم بچه ها تو سطح خارجیه، یا پروتئین سطحی که در بخش داخل قرار گرفته که داخلیه یه کاری میکنه، خارجیه یه کار دیگه ای میکنه. کربوهیدرات ها فقط در سطح خارجی قشان. بچه ها نگاه کنین، قسمت های قندی، زنجیره های مونوساکاریدی که کنار هم قرار گرفتن به صورت شاخدار یا میتونه به صورت خطی، اومده متصل شده به پروتئین که چی رو به وجود بیاره؟ گلیکوپروتئین رو به وجود بیاره، یا به لیپید متصل بشه، گلیکولیپید رو ایجاد بکنه. پروتئین های سراسری از هر دو سمت غشا بیرون زده. بله بچه ها نگاه کنی، هم تو سطح خارجیه هم تو سطح داخل قرار گرفته. گفتیم پروتئین های سطحی فقط در یک سمت غشاست. اینکه در یک سمت میتونه سطح خارجی باشه، میتونه سطح داخلی باشه. بچه ها سطح خارجی معمولا، پروتئین های سطح خارجی باعث اتصال سلولا به هم میشن، یا مثلا یه سری از این پروتئین های سراسری گفتیم شاخص آنتیجنی هن، شاخص شناسایی هن به واسطه بویژه اون قندهایی که بهشون متصل میشه. مثلا گفتیم رو غشای گلوبول قرمز بیش از 50 نوع پروتئینه که به این پروتئین‌ها قندهای مختلفی میتونه متصل بشه که باعث بشه گروه خونی آ بشه، ب بشه، آب بشه، یا اصلا متصل نشه بگیم اوه. پس این نکته خیلی مهمه که باید بهش دقت بکنیم. گفتیم پروتئین‌های سطحی فقط با یه لایه فسفولیپید ارتباط داره. بله این پروتئین سطحی من مثلا با لایه فسفولیپید خارجی در تعامله، یا این لایه پروتئینی که اینجا داریم می‌بینیم با لایه فسفولیپید داخل در تعامل هست. گفتیم پروتئین‌های سراسری با هر دو لایه فسفولیپید ارتباط داره. بله پروتئین سراسری هم با فسفولیپیدهای سطح خارجی سلول، هم با فسفولیپیدهای سطح داخلی، هم در تعامل با فسفات‌ها، هم در تعامل با اسیدهای چرب. کلسترول تو هر دو لایه فسفولیپید وجود داره. بله اگه دقت بکنیم بچه‌ها، کلسترول تو سطح خارجی غشا و سطح داخلی یعنی لابلای این فسفولیپیدا می‌بینیم، که اگه دقیق نگاه بکنی این حلقه ها لابلای اسید چربن. ولی نکته‌ای که می‌خوام بدونی اینجوریه، معمولاً اون زنجیره هیدروکربونی که به کلسترول وصله اومده لابلای این فسفولیپیدا یه ذره بیرون زدگی پیدا کرده. می‌بینی این قسمت پس برای ما اهمیت داره. گفتیم کلسترول دارای یک زنجیره هیدروکربونی در بین بخشای آبدوس فسفولیپیده، منظورش بچه‌ها بخشای فسفاته، همین قسمتی که دارید می‌بینید، و چهار حلقه دیگه درون بخشای آبگریز فسفولیپیده، باز منظورش همین حلقه هاست که داریم می‌بینیم در تعامل اسیدهای چرب قرار گرفته. گفتیم برخی پروتئین‌های سراسری کانال دارن که میتونه مواد رو از خودش عبور بده. این شکلی که بچه‌ها تو کتاب داره میبینیم الان این پروتئین سراسریه دقیقا داره یه کانال رو به ما نشون میده، میتونه یونها، میتونه مواد غذایی رو که در موردش حرف میزنم وارد سلول بکنه یا یه سری مواد رو خارج بکنه. بچه‌ها به قیدش دقت کن، میگه برخی، یعنی الزامی نداره همه پروتئین‌های سراسری کانال باشن. یه سری از پروتئین‌ها اصلا صرفا نقش گیرنده رو بازی میکنه، یه سری از پروتئین‌های سراسری هستن نقش آنزیم رو ایفا میکنه تو سلول. مورد بعدی اینه که پروتئین های سطحی برخلاف پروتئین های سراسری بچه ها کانال ندارن، صرفا در سطح خارجی یا در سطح داخلیه، که به طور معمول به پروتئین های سطحی خارجی قند یا همون گلیکو که گفتیم اضافه میشه. برخی پروتئین های سراسری یا سرتاسری فاقد کانال هستن، همون مطلبی که اشاره کردم، یعنی الزامی نداره پروتئین سراسری من کانال باشه، میتونه نقش آنزیمی داشته باشه، میتونه نقش گیرنده داشته باشه، پس باید حواسمون جمع باشه. خب بچه ها کربوهیدرات ها به کلسترول متصل نمیشن. بله کربوهیدرات ها یا بخش های گلیکو یا به پروتئین وصله یا به لیپید وصله. درسته میگم لیپید، ولی منظورم کلسترول نیست، در تعامل با اسیدهای چرب فسفولیپیده که چی رو به وجود بیاره؟ گلیکولیپید. پس در ساختمان غشا باید حواسمون باشه
لیپید از چه نوع هایی وجود داره که گفتیم فسفولیپید و کلسترول، پروتئینایی که هست هم سراسری داریم هم سطحی داریم، و قسمت مربوط به قند که هم به پروتئین متصل میشه هم به لیپید.